سرخط خبرها پوتین پیوستن فنلاند و سوئد به ناتورا را بی پاسخ نمی گذاریم. شلیک سامانه 300 روسیه به جنگنده های اسرائیلی 300 روسیه به جنگنده های اسرائیلی پشت پرده بازجویی پیامرسان اروپایی در فرانکفورت چه کسی مزاحم توافق است ساعت ترکیه پر از آب ایران بدون هوا سلام و درود به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید پوتین پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو را بی پاسخ نمی گذاریم. رئیس جمهور روسیه درباره مسئله پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو گفت روسیه با این کشورها مشکلی ندارد و ورود آنها به این اطلاف نظامی غربی تهدیدی ایجاد نمی کند. اما باعث پاسخ و اقدامات واکنشی می شود. پوتین در نشست سران سازمان پیمان امنیت جمعی گفت نئونازیسم مدت هاست در اوکراین بیداد می کند. غرب چشمان خود را بران و تشویق هم میکند. در هیچ کجا به اندازه اوکراین نازیسم در سطح دولتی تشویق نمی شود. ارتش روسیه شواهدی از اقدام آمریکا در انجام آزمایش با ویروس ها در آزمایشگاه های بیولوژیک در اوکراین کشف کرده که هدف اصلی این آزمایشگاه ها جمعوری مواد بیولوژیک و مطالعه الگوهای انتشار ویروس هست. شلیک سامانه 300 روسیه به جنگنده های اسرائیلی به نقل از ایسنا آلون بن داوید خبرنگار نظامی کانال 13 ابری اعلام کرد که برای نخستین بار از آغاز حملات ارتش رژیم اسرائیل به سوریه سامانه موشکی 300 روسیه مستقر در سوریه به سوی جنگنده های نیروی هوایی ارتش رژیم اسرائیل شلیک کرده است به گفته این خبرنگار صحنیستی شلیک این سامانه پدافندی روسیه مستقر در سوریه سوریه طی حمله اخیر رژیم صهیونیستی به مسیاف در مرکز سوریه صورت گرفته است اسرائیل این حمله هوایی را حدود ساعت 20 و 23 دقیقه جمعه شب با شلیک چند موشک از سمت مدیترانه غرب بانیاس به اهدافی در منطقه مرکزی سوریه انجام داد. اردوغان با عضویت فنلاند و سوئد در ناتو موافقت نمی کنیم. رجب تای بردوغان رئیس جمهور ترکیه روز دوشنبه گفت ترکیه با درخواست سوئد و فنلاند برای پیوستن به ناتو موافقت نخواهد کرد. زیرا اون منتقد این دو کشور به دلیل عدم اتخاذ موضع شفاف در برابر تروریسم است. اظهارات اردوغان پس از آن بیان شد که این دو کشور شمال اروپا رسما قصد خود را برای عضویت در پیمان اتلانتیک شمالی یا همان ناتو پس از حمله روسیه به اوکراین اعلام کردند بر اساس اساسنامه ناتو هر پیشنهاد عضویت جدید میبایست به اتفاق آرا توسط سی به ناتو تایید شود اردوغان در کنفرانس خبری مشترک با عبدالمجید تبون همتای الجزایری خود در آنکارا گفت هیچ از کشورها موزه روشنی در برابر سازمان های تروریستی ندارند با این حال اردوغان گفت که آنها زحمت متقاعد کردن ترکیه برای موافقت با اعضای جدید را نکشند چون ترکیه نظرش را اعلام کرده است پنتاگون مدعی عقب نشینی نیروهای روسی تا ست چهار کیلومتری مرز روسیه شد این مقام پنتاگون روز دوشنبه به وقت محلی به خبرنگاران گفت نیروهای اوکراینی توانستند در شهر خارکوف که دومین شهر اوکراین است نیروهای روسیه را عقب برانند وی تصریح کرد نیروهای اوکراینی توانستند به سه تا چهار کیلومتری مرز روسیه پیشروی کنند این مقام پنتاگون پیش از این نیز ادعا کرد که نیروهای روسیه در یک روز گذشته با موشک های دوربرد یک مرکز آموزشی نظامی یاوریف در نزدیکی شهر لویو در غرب اوکراین را هدف قرار دادند پشت پرده بازجویی پیامرسان اروپایی در فرانکفورت چه کسی مزاحم توافق است انریک مورا معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا و متخصص جنگ شبکه ناتو پس از بازگشت از ایران و در فرودگاه فرانکفورت بازداشت شده است این خبر عجیب اولین بار توسط این دیپلمات اروپایی در یکی از شبکه‌های اجتماعی منتشر شد مورا نوشته بود که برای ساعتی توسط پلیس آلمان دستگیر و مدارک او از جمله لپتاپ و تلفن همراهش توقیف شده است پس از این ماجرا یک مقام امنیتی آلمان اعلام کرد که سوء تفاهم پیش آمده و دیپلمات اروپایی به دلیل تاخیر در پرواز و اشکالات سیستمی در فرودگاه به اشتباه بازداشت شده است نشریه آمریکایی پلیتیکو نیز در تکمیل این سناریو نوشت که مورا به دلیل تغییر برنامههایش در تهران مجبور شد چندین بار سفرش را عوض کند همین موضوع احتمالا باعث ارسال اتوماتیک هشدار برای پلیس مرزی شده است ماجرای دستگیری مقام سیاسی اروپایی در آلمان وقتی جالب می شود که نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام می کند که منتظر است اطلاعات جدیدی از دنریک مورا پیرامون پرونده هسته ای و مذاکراتش با ایران بگیرد مورا پیش از سفر به تهران اعلام کرده بود برای باز کردن قفل مذاکرات آزم ایران میزان نفوذ ماموران موساد و سیا در این کشور اروپایی به حدی است که پلیس فدرال آلمان و نیز سرویس امنیت آن کشور هیچ اشرافی بر عمل کردن و خارجی نداشته و تنها در سطح چک و کنترل عمل می کنن. این مسئله باعث شده که اغلب کشورهای اروپایی به جزیره مطمئن برای تردد سرویس های اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی بدل شوند به عنوان نمونه کشور دانمارک پایگاه چند گروه تروریست موساد علیه جمهوری اسلامی ایران است با وجود تذکرهای متعدد دیپلماتیک که پنهاک دانمارکی ها هیچ اختیار عملی در برخورد با این باندهای جنایتکار نداشته زیرا آنها در زیر چتر امنیتی موساد و سیا قرار دارند ساعت های ترکیه پس از آب ایران بدون هوا دکتر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد ما در وزارت امور خارجه از سدسازی ترکیه بر روی آبهای مرزی قانع نیستیم و با صدای بلند اعلام میکنیم که این اقدام ترکیه برای ما قابل قبول نیست و با آن مخالفیم وی خواستار صدای دولت و مجلس ایران و همراهی دولت عراق در این زمینه شد این در حالی است که امروز سخنگوی وزارت امور خارجه ایران موضوع سدسازی ترکیه بر بالادست دجله و فرات را به دانشمندان سپرد و گفت باید علم را به دانشمندان و تلاش کنیم که به هم دیگر کمک کنیم که مشکلات مشترکمان را حل کنیم. ما استقبال ترکیه از همکاری را به فال نیک می گیریم و باید تلاش کنیم قدم اجرایی برای منطقه برداریم و تلاش کنیم مشکل ریزگردها را مرتفع کنیم ترکیه در طول سی سال گذشته سطح کوچک و بزرگی را تحت عنوان پروژه آناتولی جنوب شرق یا مخفف ترکیان گاپ بر روی روزخانه های دجله و فراد احداث کرده این مجموعه شامل 22 و 19 طرح آبی برقی است که قرار است 27 میلیارد کیلووات ساعت برق در سال تولید کنند از سوی دیگر دجله و فرات از کوههای ترکیه سرچشمه میگیرد در عراق جاری میشوند و پس از الحاق به یکدیگر با تشکیل بخشی از مرز ایران و عراق به نام اروند رود به خلیج فارس وارد میشوند بدین ترتیب هرگونه تغییر در این دو رودخانه کشورهای ترکیه عراق و سوریه و جمهوری اسلامی ایران را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد آقای دکتر تورای جفتی معاون دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی ایران در این زمینه به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت پروژه سدسازی ترکیه پروژه بزرگ است و طبیعتا در یک حوزه آبریز نسبتا گسترده در کشور ترکیه اجرا شده یکی از بزرگترین سدهای آن ایلیسو به تنهایی بیشتر از تمام مخازن سدهای ایران ظرفیت ذخیره ای آب دارد به پایین خبرهای این ساعت رسیدیم. برای آگاهی از آخرین خبرهای ایران و جهان کانال ما رو سابسکرایب کنید خدا نگهدار